میچرخه. نه باید بزنی رو دکمه. بزن رو این. میخوام همینجا شروع کنم. سلام، حال شما چطوره؟ با ما همراه باشین که میخوام بریم فستیوال معماری و مردم بریم دنبال سبا و ارشیا. عضو بعدی تایملس روم بفرما خدا شاکه بالاخره بفرما. خب بچه ها تا دوستان حرکت میکنم اما یه سری نکات تکمیلی رو بهتون میگم. ما داریم میریم گفتم میگم نه گفتم به چه سرعتی که برو تو حست تو به ما بگو. خیلی خب ما رفتیم. احساس میکنم خیلی حس متفاوت تری بده اینجا. بچه یه پلیلیست داریم هوش مصنوعی که خیلی خوبه و لطفا دنبالش کنیم و بقیه پلیلیست همونو. ما ویدیوی بعدیمون ولاگ موکت خریدنه. اینجا نمونه ها رو میبینیم ولی اونی که میخریم هم میبینیم حالا چیه. موکت تایملس روم هم میبینیم. ببین ما نباید بریم طرح دارو اینا، اصلا نباید بریم سمتش کلا. حالا 50x50 خیلی کوچیکه. دارن احتمالا. ای بچه اونجا دیده بودین که این ما از این بلنده میخوایم روش بخوریم. چیکار باید بکنم؟ اینا تندیس های مسابقه فستیوال معماری و مردمه که به نفرات اول دوم سوم داده میشه که فردا هم اختتامیه است و اهدای جوایز واسه فردا. واسه قالب گیری و پروسه ساختش هم ما اول اومدیم خب با پرینتر سبودی اول به عنوان یه نمونه پروتوتایپ پرینتش کردیم که ببینیم مثلا نظر فرمی، ظاهری، زیبایی شناسی، فنی کار میکنه، کار نمیکنه. خودمون بررسیش کردیم، بعد همون نمونه رو با کارفرما بازبینی کردیم که بعد اینکه تایید شد رفتیم واسه پروسه قالب سازیش. قالب سازیش هم از سه تا متریال چوب و یه بخشی پرینت و یه بخشی هم سیلیکون استفاده میشه که حالا اینا با هم ترکیب میشه و با پیچ و مهره به هم وصل میشه و هر کدومشون دونه دونه قالب گیری میشه. یکیش هم من دارم. بله. سبا کجاست؟ داره درخت به اسم تایملس روم میکاره تو منطقه یک. آره حالا تا جایی که به من توضیح دادن به حوزه فعالیت ساختمانیشون ربط نداره ولی فکر کنم 400 تا حالا. آره
که توی مناطق یک و دو به چیز خودشون میکارن و یه پلک کوچولو به اسم ما میزنن. دوستان نظرت راجع به این پروژه بدون مهدیار. من نظرم خیلی مثبته، ولی اینم جالبه ها، درسته که خوشمون نیومد ولی نمیدونم این پروژه رو من اسمش رو ننوشته بود، شبیه کارهای آقای عابد. شبیه کارهای شورش عابد جالبه ولی نظرات مهدی ها که خیلی کارشناسا در عمق طرح و دیده مهدی ها. الان اینا جایزه های چی؟ اینا جایزه چی گرفتن؟ جالبه. عالی همه چی عالی، پرفکت، عالی. چون تا امروز هیچ کی اما تعریف نکرده. من همش پشت دوربینم بچه ها، برای همین تو فیلم ها نیستم، ولی الان اومدم میخوام توضیحات بدم. اینجا نور رو گرفتن نشون بده، یهو نورا رو زدن خاموش شد. فکر کنم برای اینه که میخواد امیدوارم برقا نرفته باشه چون واقعا ویرده، ولی حالا نمیدونم شاید نورا رو گرفتم برای کنسرت. حالا بدین فیلم های اینستای، حالا بیاین دنبال من، دستمو بگیرس دور. یکم محتوای جدی هم تولید بشه، یه چهار تا بگم تخصصیشون اومد. بچه اینا اگه دوست دارید فیلم های قشنگ شما بگیریم، بابا ما باید ارتباطات بگیریم اینجا، اینا بیان نور تایملس رو تعمیم بکنن. ما از اسکایلایت ما همه چیمون رو می‌خریم بچه‌ها. ما از اسکایلایت بچه‌ها ما تو این ویدیو هیچ اسپانسری نداشتیم، ما همینجوری یلخی اومدیم اینجا، هر چیزی خوشمون اومد با هر چیزی حال کردیم ویدیو گرفتیم. سریال بعدی همه‌شون پول می‌گیریم. ما اینجا می‌خواستیم به اسم تایملس یه دونه نهال بکاریم، ولی گفتم باید بر اساس اشخاص حقیقی باشه، به عنوان شرکت حقوقی از اون که تایملس هم ثبت شده است ما نتونستیم اینجا نهال بکاریم. بچه مهدیار یکی از معذب‌ترین آدم‌های ایرانه. ما خیلی مخلصیم. خب خیلی مخلصیم. 100 تا اکانت تعذب، ولی اومد تایملس یه دونه ویدیو ساخت برسان در رابطه با پروژه کوچه‌شون. بچه‌ها ما اینجا دسر معمارا رو داریم می‌بینیم که قبلا همه‌شون رو مسخره می‌کردیم تو اینستا. خب بعد حس عجیبه، یعنی مثلا یه جوریه که الان ما میگیم چرا ما و اینها اینجاییم. البته اشخاص خوبی هم اومده بودن، این آقای محمدزا اصفهانی بود اگه اشتباه نکنم، اشخاص نه هر بالاخره معمار و هر سبکی مخاطب خودش رو داره. ما کی باشیم قضاوت؟ آره ما که اصلا اهل این جاج کردن و اینا هم نیستیم. بچه بیان داریم پیش میدیم و بیانیم و همه دو بشیم. این بچه خدافزی ویدیو خدافز.